سرخط خبرها. سخنرانی پرحاشیه رئیس جمهوری آمریکا، دفاع دوباره از کشتن قاسم سلیمانی و پس زدن دست رئیس مجلس نمایندگان. açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının هشدار اردوغان به نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب، اگر عقب نشینی نکنی ترکیه خودش دست به کار می شود. پایان رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در افغانستان، هزاران رأی جنجالی دوباره بررسی ویژه خواهند شد. و آمبولانسی برای اینکه کودکان دردهایشان را فراموش کنند. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. من رنا رحیم‌پور هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیشب در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره دوباره از کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، دفاع کرد. بخش بزرگی از سخنرانی آقای ترامپ دفاع از عملکرد اقتصادی، مهاجرتی و امنیت ملی دولتش بود. خوان گوایدو، رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا، از جمله مهمانان دونالد ترامپ در این سخنرانی بود. اما عده‌ای از نمایندگان دموکرات کنگره به این سخنرانی نیامدند. آنچه در فضای مجازی از این سخنرانی پررنگ شده، دست ندادن دونالد ترامپ با نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان، و پاره کردن متن سخنرانی آقای ترامپ توسط خانم پلوسی بود. خشایار جنیدی از واشنگتن گزارش می‌دهد. سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا در برابر کنگره. دونالد ترامپ سه‌شنبه شب به کنگره رفت تا کارنامه یک سال گذشته اش را ارائه دهد، به رغم اختلاف‌های اساسی با دموکرات‌هایی که استیضاحش کرده‌اند و بدون دست دادن با نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان، که دستش را جلو آورده بود. دونالد ترامپ سخنانش را با دفاع شدید از دستاوردهای سه سال گذشته اش آغاز کرد. Jobs are booming. Incomes are soaring. Poverty is plummeting. مشاغل زیاد شدند، درآمدها افزایش یافتند، فقر کم شده، جنایت کاهش یافته، اعتماد عمومی رو به افزایش است و کشورمان رو به شکوفایی و مورد احترام است. بخش عمده سخنان آقای ترامپ بر سیاست داخلی تمرکز داشت، از جمله اشتغال زایی، مقابله با مهاجران غیرقانونی و دفاع از حق مالکیت سلاح. به گفته آقای ترامپ، روزهای زوال اقتصادی آمریکا به سر آمده. سخنانی که با تشویق گرم جمهوری خواهان و نگاه های سرد دموکرات ها همراه شد. از مهمانان ویژه آقای ترامپ در این مراسم، همسر و فرزند درجه داری بودند که بیش از یک دهه پیش در عراق کشته شده بود. در اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای که به گفته آقای ترامپ، قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس، تأمین کرده بود. سلیمانی بی‌رحم‌ترین قصاب رژیم ایران بود. هیولایی که هزاران نظامی آمریکایی را در عراق کشت و معلول کرد. به عنوان بزرگترین تروریست جهان، سلیمانی سازمان دهنده مرگ مردان، زنان و کودکان بیشماری بود. او حمله ماه دسامبر علیه نیروهای آمریکایی را در عراق هدایت کرده بود و همچنان مشغول برنامه‌ریزی بود. برای همین ایالات متحده دست به عملیاتی بی‌نقص و دقیق زد که سلیمانی را کشت و بر او افغانی شیطانی او برای همیشه پایان داد. و این از معدود زمان‌هایی بود که علاوه بر جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها هم رئیس جمهوری آمریکا را تشویق کردند. آقای ترامپ همچنین به اعتراض‌های آبان ماه در ایران اشاره کرد و گفت حکومت این کشور باید به فکر منفعت مردمش باشد. Because of our powerful sanctions, the Iranian economy is doing very, very poorly.
به خاطر تحریم‌های شدید ما وضع اقتصادی ایران خیلی خراب است. ما می‌توانیم به احیای سریع اقتصادشان کمک کنیم، ولی آنها یا خیلی مغرورند یا احمق‌تر از آنی هستند که کمک بخواهند. ما آماده ایم. باید دید چه راهی را انتخاب خواهند کرد. انتخاب با خودشان است. آقای ترامپ درباره جنگ افغانستان هم گفت که به خاطر شجاعت نیروهای آمریکایی پیشرفت‌های زیادی انجام شده و از ادامه مذاکرات صلح با طالبان حمایت کرد. پایان سخنان آقای ترامپ با این صحنه همراه بود. پاره کردن متن سخنرانیش به وسیله نانسی پلوسی. خانم پلوسی گفته این مؤدبانه ترین کاری بوده که می توانسته انجام دهد. آقای ترامپ در سخنرانی خودش به یک نکته اشاره نکرد. استیضاح. اون هم در حالی که مجلس سنا تا ساعات دیگر در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. و با توجه به جوی که امشب در سخنرانی او در کنگره دیده شد، شکاف سیاسی در پایتخت آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همچنان عمیق‌تر خواهد شد. خشایار جانیدی، بی بی سی، واشنگتن. کامبیز فتاحی خبرنگار ما از واشنگتن به ما پیوسته. کامبیز، بازتاب گسترده ای داشته سخنرانی دونالد ترامپ، از واکنش ها بگو. خب واکنش ها متفاوت است بنابر این که از کدوم جناح بپرسید شما. دموکرات ها بعد از نطق از جمله افرادی مانند سناتور چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، گفت که این نطق عوام فریبانی بود، به دور از متانت و بسیار بسیار جناحی به گفته او. برخی دیگر هم این نطق مایه آبروریزی دونستند. برخی مانند سناتور کریس مرفی گفتند که اصلا پشیمونن که چرا وارد کنگره شدند که در این نطق حضور پیدا بکنند. منتها در اون طرف میبینیم که جمهوری خواهان بسیار خوشحال هستند، میگن نطقی بسیار محکم بود. آقای ترامپ به وضوح از دستاوردهای خودش رو در واقع به مردم آمریکا گفت و از اونها دفاع کرد و از برنامه محافظه‌کارانه او و نطق او که تا حد بسیار زیادی میشه گفت مخاطبش پایگاه اصلی او جناح محافظه‌کار در آمریکا بود، از اون دوران ابراز رضایت میکنن. به هر حال به نظر میرسه آقای ترامپ البته تلاش هم کرد که در این نطق یک جذب بکنه اون افراد نسبتاً میان روتر و رای دهندگان میان روتر رو، و اجماع کلی در بسیاری از رسانه ها این هست که عمدتاً یک تون انتخاباتی داشت، بیشتر به کارزار انتخاباتی شباهت داشت. آقای ترامپ این از نظر اونها این نمایش سیاسی رو بسیار خوب و محکم از نظر اونها اجرا کرد. کامبیز، سال گذشته خانم پلوسی در اعتراض به آقای ترامپ به نوعی دست زد که کلی از اون در واقع بحث و حاشیه ایجاد شد. امسال هم متن سخنرانی او رو پاره کرد. به نظر میاد که این اختلاف در عموم جدیتر و واضح‌تر از همیشه داره میشه. و بعد تقریبا میشه گفت کم سابقه، شاید بی سابقه است یک کم چنین، چون این نطق معمولا فراجناهی هست در دورهای گذشته و حتی در دو سال قبل هم یک چنین شاهده یک چنین تنشی نبودیم. ولی فراموش نکنیم که الان در روز شاید آخر استیضاح هستیم. تا ساعتی دیگه به نظر میاد آقای ترامپ تبرئه بشه. به حال اختلافات جناحی در هفته ها و روزهای اخیر بسیار بالا گرفته. این دو نفر یه چیزی حدود 4 ماهی بود که ظاهرا همدیگر رو ندیده بودند. در پی استیضاح هم به حال اختلافات بیشتر شده، شاید شخصی شده. البته خانم پلوسی زمانی که آقای ترامپ وارد باید او رو معرفی می‌کرد، معمولا سنت این هست که بگه نمایندگان کنگره بسیار مفتخرم که معرفی کنم رئیس جمهوری آمریکا رو. این جمله رو بیان نکرد. حالا به عمد یا سهوی آقای ترامپ هم از دست دادن با او خودداری کرد و به هر حال تنش به اوج رسید بعد از اینکه خانم پلوسی دیدیم که متن نوت رو در اقدامی غیر منتظره پاره کرد. فراموش نکنیم نانسی پلوسی همیشه بسیار بسیار محتاط بوده در گذشته، رابطه اینها محترمانه بوده این دو نفر حداقل، و الان می‌بینیم که حتی در مورد رهبر دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا هم اوضاع متفاوت هست و تمام اینها میشه گفت قسمت زیادیش برمیگرده به مسئله استیضاح که برای آقای ترامپ فقط مسئله سیاسی نیست، مسئله بسیار شخصی هست و این درگیری سیاسی، نزاع سیاسی حالا می‌بینیم که تا حد زیادی هم شخصی شده، در ملأ عام قرار گرفت، در معرض رسانه‌های نه فقط آمریکا که و جهان، و تا حد زیادی این اقدام خانم پلوسی تحت شعاع قرار داد نطق آقای ترامپ رو. متشکرم کامبیز فتاحی از واشنگتن با ما.
سازمان هواپیمایی کشوری ایران در واکنش به فایل صوتی منتشر شده درباره مشاهده اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرده آنچه خدمه پرواز هواپیمای شرکت آسمان دیده هواپیمای سرنگون شده بوده نه موشک. این در حالی که همونطوری که شنیدید بر اساس همین فایل منتشر شده خلبان پرواز آسمان از دیدن دو نور شبیه موچک در آسمان پیش از انفجار و یک نور بسیار بزرگ گزارش میده. در بخشی از مکالمات برج مراقبت و خلبان پرواز آسمان خلبان به صراحت وقتی مأمور برج مراقبت در خصوص نوع نور سوال میکنه پاسخ میده نور موشک دیگه. سازمان هواپیمایی کشوری گفته که بررسی ابعاد مختلف سانحه را در چارچوب قوانین ملی و مقررات بین‌المللی و همکاری با کشورهای دیگه ادامه خواهد داد، اما هنوز ایران حاضر نشده جعبه سیاه هواپیما رو که توان خوندنش رو هم نداره تحویل بده. در پی رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان اعلام کرده در انتخابات مجلس 11 در حوزه انتخابیه تهران فهرستی ارائه نمی‌دهد. اما احزاب اصلاح طلب می‌توانند خودشان نامزد معرفی کنند یا فهرست بدهند. اصلاح طلبان می‌گویند رد صلاحیت‌ها به گونه‌ای بوده که در شمار قابل توجهی از حوزه‌ها فقط یک نامزد اصولگرا وجود دارد. همزمان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته که صلاحیت بیش از 7000 نامزد از طیف‌های گوناگون سیاسی و افراد مستقل تایید شده و انتخابات پیش رو همچون گذشته رقابتی خواهد بود. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید روزانه 1 ساعت به طول ساعات مدارس اضافه می شود. به گفته محسن حاجی میرزایی هیئت دولت این تصمیم را برای جبران تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا و سرما و برف در ماه‌های اخیر گرفته. بر اساس ابلاغ آموزش و پرورش مدارس یا باید 1 ساعت دیرتر تعطیل شوند یا از پنجشنبه ها برای جبران تعطیلی ها استفاده کنند. پلیس ترکیه اعضای یک باند ایرانی کلاهبردار را در استانبول دستگیر کرد. به گزارش CNN ترک، پلیس دیروز 16 عضو این باند را که فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های هرمی داشتند دستگیر کرده، اما 14 عضو دیگر آن فراری هستند. بر اساس این گزارش از حدود 2000 نفر نزدیک به 50 میلیون دلار کلاهبرداری شده. رئیس جمهوری ترکیه از دولت سوریه خواسته نیروهایش در استان ادلب را که عمدتاً تحت کنترل شورشی هاست تا حدود 1 ماه دیگر به پشت خط پست‌های دیدبانی ترکیه ببرد. رجب طیب اردوغان در جلسه حزب عدالت و توسعه گفت اگر نیروهای سوریه عقب نشینی نکنند ترکیه مجبور است اختیار امور را به دست بگیرد. در بمباران دوشنبه سوریه 8 نیروی ترکیه کشته شدند و در جواب نیروهای ترکیه دست کم 13 نظامی سوری را کشتند. کیوان حسینی همکارم در استودیو با ماست. کیوان، چقدر ممکنه که سوریه جدی بگیره این صحبت‌های آقای اردوغان رو؟ بخش مهمی از تصمیمی که در دمشق گرفته میشه مرتبط هست با آنچه که مسکو در واقع در ارتباط با ترکیه چه فکر میکنه و در مذاکرات بین ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان چه اتفاقی افتاده. در واقع پیشروی‌هایی هم که همین حالا ارتش سوریه در استان ادلب داره میکنه متکی هست به حمایت هوایی جنگنده های روس. این جنگنده ها میرن بمباران میکنن یه منطقه رو و این شورشیان و مخالفان اسد معمولا فرار میکنن از اون منطقه. وقتی که حسابی توان نظامیشون تحلیل رفت اون وقتی که ارتش سوریه وارد میشه و البته پیشروی هاش هم در یک هفته اخیر بی سابقه بوده نسبت به این چند ماهی که مسئله ادلب مطرح هست و به همین دلیل باید دید که آیا مسئله بین ترکیه و روسیه به چه شکلی پیش خواهد رفت و آیا زد و بندی بینشون میشه، آیا توافقی میکنه پوتین با اردوغان سر این قضیه یا نه. و فراموش نکنیم که این دو کشور الان مسئله شون هم فقط سوریه نیست، در لیبی هم هر دو کشور در روبروی هم قرار گرفتند و بین افکار عمومی منطقه هم زیاد این صحبت مطرح میشه که مثلا روسها شاید لیبی رو به ترکیه وا بگذارن و در عوض اینجا به ترکیه از ترکیه بخوان که از ادلب عقب نشینی بکنه، مثلا یه همچین زد و بندی اتفاق بیفته که البته هنوز جزئیاتش رو نمیدونیم، ولی همونطور گفتم واکنش روسیه بسیار مهمه. چقدر ممکنه که جدی‌تر بشه؟ میبینیم که به هر حال هر از چند وقت گاهی یک عده نیروی ترک کشته میشن یا عده نیروی سوری کشته میشن. فکر می‌کنی در همین حد ادامه پیدا می‌کنه یا ممکنه بالا بگیره؟ واقعیت قضیه
در سه روز اخیر تنشی که اتفاق افتاده به یک شکل دور از انتظار یه دفعه رفته بالا و یک وضعیت تازه‌ای رو ما داریم مشاهده می‌کنیم. حرفی که امروز آقای اردوغان میزنه، تهدیدی که داره می‌کنه و حتی یک ددلاین هم یک مهلتی هم تعیین کرد تا آخر ماه فوریه، گفتش اگه این اتفاق نیفته به نیروهای سوریه بیشتر حمله خواهد کرد. ولی واقعا جرأت اینو داره که بره در مقابل روسیه قرار بگیره؟ نکته خیلی مهمیه، این در واقع پرسش کلیدیه و احتمال قوی اگر اتفاقی بیفته با هماهنگی مسکو اتفاق میفته. حملاتی هم که در سه روز اخیر از طرف ترکیه رخ داد و به گفته خودشون بیش از 70 نفر از نظامیان سوریه کشته شدن، حالا خود سورا دمشق میگه که تعداد کمتری کشته شدن، حالا فارغ از اون، اونجا هم با هماهنگی پایگاه‌های نظامی ارتش روسیه این اتفاق افتاده بود. باز هم دور از ذهن نیست که اگر بخواد باز هم ارتش اسد رو از ادلب به عقب برونه، هر کاری بخواد بکنه با روسا هماهنگ خواهد کرد، به خاطر اینکه در نهایت این دو کشور نمیخوان که با هم درگیری نظامی پیدا بکنن، چه در سوریه چه در لیبی، و واقعا دور از انتظار هست که به درگیری نظامی این دو بیانجامه. اگر آقای پوتین پشت اسد رو خالی بکنه، این اتفاق امکان داره رخ بده که دست کم شهر ادلب، حالا نه کل استان، همچنان در کنترل شورشیان بمونه. در حاشیه یه نکته مهم دیگه هم که وجود داره به نظرم بعد نیست حتما بهش اشاره بکنیم، اون هستش که ترکیه در ادلب داره از یه گروه به اسم حیات تحریر شام حمایت میکنه که یه گروه بدنامیه، یه گروه تندروی اسلامگرای وابسته به القاعده است و برای اردوغان به طور کلی هم آسون نیست این مسئله ادلب رو برای افکار عمومی کشور خودش روشن بکنه. همین امروز در رسانه‌های ترکیه انتقادهای زیادی از آقای اردوغان از طرف مخالفانش مطرح شده، مبنی بر اینکه اینجا یه گروه اسلامگرا وجود داره و شما بهتره هر چه سریعتر این مسئله رو به شکلی در ادلب ختم به خیر بکنید. متشکرم کیوان حسینی. با ما نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کشتن قاسم سلیمانی دفاع کرد. اردوغان به سوریه هشدار داد اگر نیروهایش از ادلب عقب نشینی نکنند، ترکیه وارد عمل خواهد شد. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان تصمیم گرفته هزاران رأی در انتخابات ریاست جمهوری را دوباره بررسی کند، از جمله حدود 300 هزار رأی جنجالی. کمیسیون مستقل انتخابات گفته منتظر دریافت اطلاعات از کمیسیون شکایات است. تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از تصمیم جدید کمیسیون استقبال کرده. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله گفته با بعضی از تصمیم‌های کمیسیون موافق است. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی امروز نتیجه یکونیم ماه بررسی بیش از 22 هزار شکایت را اعلام کرد. اگر سوالی باشد، جنجال بر سر حدود 300 هزار رأی بود. از جمله 137 هزار رأی مشکوک و 102 هزار رأی خارج از وقت. کمیسیون گفته این رأی‌ها باید دوباره تفتیش ویژه شود. از این مجموعه ببخشید 10 درصدش به تفتیش مره به صورت سمپلگیری و نمونه، یعنی از مجموع محلات که مربوط به 137 هزار رای است، 10% اون محلات به تفتیش میره که معلومات بایومتریک داره یا نداره، ژورنال داره یا نداره، رزلشیت معتبر داره یا نداره، درسته؟ بعد از این 10% اگر 65% آن معتبر بود، یعنی همین معیار سیگانه را که گفتیم ایره داشت، در اون صورت این نشان دهنده از یک تمام آرا معتبر است. تفتیش آرا به عهده کمیسیون انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات مأموریت داره که فیصله یک به یک تطبیق کنه. هر جایی که فیصله ما تطبیق نشید، دوباره باید ما پشت فیصله ما میگردیم و گروه نظارت ما، کاندیدا، مثلا ناظرهای بین المللی، ناظرهای جامعه مدنی، همگیشان پشت او میگردن. کمیسیون انتخابات میگوید تیم‌های تکنیکیش آماده آغاز کارند. دسته انتخاباتی دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی از تصمیم امروز کمیسیون شکایات استقبال کرد. تیم عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتیش این تصمیم را نادرست می‌داند، اما می‌گوید از آن قسمن راضی است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 4 ماه پیش برگزار شد.
نتیجه ابتدایی آن 1.5 ماه پیش اعلام شد که بر اساس آن محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کمی بیش از 50% آرا را به دست آورد. نتیجه ای که عبدالله عبدالله و شمار دیگر از نامزدان آن را نپذیرفتند. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست روین رهنوش، بی بی سی، کابل. محمد رضا فیاض سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از کابل. مماس آقای فیاض، بسیاری انتظار داشتند که بعد از بررسی‌های شما مشکل حل بشه، اما به نظر میاد که از گذشته هم پیچیده‌تر شده. به نام خدا، سلام خدمت شما و بینندگان ارجمند بی بی سی فارسی. نه، من فکر نمی‌کنم که تیره‌تر شده باشه، بلکه اقتضای رسیدگی به اعتراضات استینافی و شکایات انتخاباتی بر اساس قانون انتخابات و طرز العمل هایی که کمیسیون های انتخاباتی در افغانستان دارن همین وضعیت هست. در چنین وضعیتی و با توجه به مسائل و مشکلاتی که روی کاتگوری های مختلف 300 هزار رای در ارتباط با انتخابات افغانستان وجود داشت، در نهایت فیصله ها و تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتی ابلاغ شد. فقط این فیصله ها و تصامیم منوط شده به تفتیش ویژه و مواردی که مشخصا در 5 تصمیم ارائه شده. اگر کمیسیون انتخابات وارد عمل شود، که ما ایر از کمیسیون انتخابات هم خواستیم که هر چه زودتر روند تفتیش و بازشماری آرا انجام شود، بر اساس تجربه‌ای که از گذشته داشتیم، روند تفتیش و بازشماری آرا وقت زیادی را نمیگیره، ظرف 3-4 روز احتمالاً این امر قابل اجرا هست، و اگر این امر صورت بگیره ظرف 1 هفته آینده ما میتونیم شاهد اعلام نتایج نهایی باشیم. یعنی ما تا هفته آینده با خبر میشیم که بالاخره انتخابات به دور دوم رفته یا اینکه در این دور نتیجه میگیریم؟ خب بر اساس انتظار ما همینه. البته این باز بستگی داره به نوع عمل کمیسیون انتخابات. بر اساس چارچوب‌های حقوقی و قانونی، زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی تصمیمی را یا حکمی را صادر میکنه، این کمیسیون انتخابات هست که در حقیقت مسئول اجرای این احکام و تصامیم کمیسیون شکایت هست. بر این اساس خواست ما از کمیسیون انتخابات این است که هرچه زودتر در راستای تفتیش و بررسی و بازشماری محلاتی که بر اساس این 5 فیصله ما مد نظر قرار دادیم، هرچه زودتر برنامه ریزی خودش را انجام بده و برای بازشماری و تفتیش اقدام بکنه. قطعا هرچه این اقدام سریعتر و برنامه ریزی شده تر باشه، شاهد اعلام نتایج ابتدایی در اسرع وقت خواهیم. حالا فارغ از اینکه در مرحله بعد چه اتفاق میفته، بررسی هایی که خود شما انجام دادید، به نظر شما آیا آرای جنجالی انتخابات در حدی هست که بتونه تأثیری بگذاره در اون حد که انتخابات به دور دوم بره؟ خب همونطور که میدانید فیصله ها مختلف. نگاه کنید، مثلا در شماره اول ما بحث جنجالی 137 هزار رای را داریم. خب که مکانیزم شفاف سازی این آرا هم در فیصله و تصمیم امروز کمیسیون شکایات درج شده، گنجانده شده. مثلا در بسته دوم یا در دسته دوم 102 هزار رای، حدود 102 هزار رای هست که در حقیقت اینها مقادیر قابل توجهی رای هست که میتونه روی نتایج انتخابات تأثیر داشته باشه. و همچنین بازشماری و تفتیش محلاتی که مشکل بایومتریک داشته، مشخصا 298 محل رایدهی یا صندوق باید مورد بازشماری و تفتیش مجدد قرار بگیره. در کلیت این به اصطلاح آرا، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، مجموع این آرای اختلافی چیزی بالغ بر 300 هزار رای میشه. در چنین وضعیتی خب قطعا تغییراتی که در نتیجه بررسی ها و تفتیش این آرا میتونه روی نتیجه انتخابات بیایه میتونه قابل توجه باشه. اما در حال حاضر تا قبل از انجام تفتیش و بررسی های لازم شاید نتونیم بگیم که
انتخابات در همین دور نخست به پایان میرسه یا به دور دوم میره. متشکرم محمد رضا فیاض، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی. کودکان زیادی هستند که از بیماری‌های سخت رنج می‌برند و ناچارند بارها و بارها با آمبولانس به بیمارستان برند. این سفر برای بعضی از این کودکان ممکنه سخت و ترسناک باشه. اما در جمهوری ایرلند به تازگی سرویسی رایگان ایجاد شده که سفر به بیمارستان رو برای کودکان دلپذیرتر می‌کنه. گزارشی ببینیم در این باره. اینها آمبولانس هستند، اما نه از آمبولانس‌هایی که قبلاً دیدید. اینها طراحی شدند تا انتقال بچه‌ها به بیمارستان و برگرداندن آنها را به خانه تا حد ممکن با تفریح و خنده همراه کنند. در این آمبولانس‌ها بازی‌های کامپیوتری و کتاب گذاشته شده تا حواس بچه‌ها از معالجه و جراحی پرت شود. من مادر بزرگ کلیز مک‌گویگان هستم که دائم از این آمبولانس ها استفاده می کنه. کلیز یه عارضه قلبی مادرزادی نادر و پیچیده داره. ستون فقرات و قفسه سینه‌اش انحراف داره. یک کلیه بیشتر نداره و فقط یک چهارم ریه چپش کار میکنه. جریان خون به ریه راستش کاملا قطع شده. اون فقط 8 سالشه و بیماریش به مرحله ای رسیده که حالا دیگه فقط در مراقبت تسکینیه. این یعنی امید به زنده ماندنش نیست و هدف فقط این است که روزهای باقی مانده از عمرش را با بهترین کیفیت ممکن بگذراند. این سرویس رایگان آمبولانس فعلا فقط در جمهوری ایرلند برقرار است. خانواده ها میگن هیچ دارویی نمیتونه کاری رو بکنه که این آمبولانس ها برای بچه ها میکنه. ما میدونیم بچه ها چجورین، چه اسباب بازی باید براشون بیاریم، چی سرحالشون میاره و چی ناراحتشون میکنه. بعضی روزا معلومه که بچه ها سرحالن، اما بعضی روزا هم نمیخوان برن بیمارستان. اما وقتی ما با تلویزیون سر میرسیم و ویدئوی مورد علاقه شون رو میذاریم، صدای موسیقی که بلند میشه حالشون تغییر میکنه، میشه یه سفر باحال که توش خوش میگذره، نه همون آمبولانس همیشگی. مایکل هور، معروف به مایکل دیوانه که شناخته شده ترین مزدور دنیا به حساب می اومد، در 100 سالگی درگذشت. او در چندین کارزار در کنگو جنگید و پس از یک کودتای ناموفق در جزایر سیشل به زندان افتاد. تیمارمن به زندگی و کارهای متنوع او پرداخته. هشتاد سال پیش است و کشوری در حال تکیه پاره کردن خودش. پس از استقلال، جمهوری کنگو به یک دوره طغیان، ناآرامی و خشونت فرو رفت و این مرد مایکل هور نقش کمی نداشت. این سرگرد پیشین ارتش بریتانیا به عنوان مزدور به کار گرفته شد تا شورشی کمونیستی در کشور راه بیندازد. روش‌هایش آنقدر خشن بود که به لقب مایک دیوانه دادند و سرانجامش الهام بخش فیلم غازهای وحشی شد که ریچارد برتون نقشی بر اساس مایکل هور را در آن بازی کرد. دو دهه پس از آن او نگاهش را به جزایر سیشل دوخت. او و گروهی از همقطاران مزدورش با چندین کلاشینکوف در چمدانشان وارد کشور شدند. این کودتای تور مسافرتی ناکام ماند و با وجودی که هور بعداً زندانی شد، فلسفه زندگیش را حفظ کرد. حقیقتش رو بگم، فکر کنم خوششانس بودیم. به ما اطمینان داشتن. ما رو با هم توی یک سلول گذاشتن. هیچ مسئله‌ای نبود. نگهبانا خیلی مهربون بودن و حتی درا رو قفل نکردن. مایکل هور 101 سال پیش در 1919 میلادی از پدر و مادر ایرلندی در هند به دنیا آمد، در جنگ جهانی دوم شرکت داشت. پسرش میگوید پدرش با فلسفه بیشتر از عمر بهره‌مند شدن و با هرچه بیشتر خطر کردن زندگی کرد. این فلسفه به ویژه وقتی قابل توجه است که او بیشتر از 100 سال عمر کرد. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.